فقط خبرها. گشایش اولین جلسه کمیته تدوین قانون اساسی تازه در سوریه زیر نظر سازمان ملل. 150 نفر از نمایندگان دولت و مخالفان برای ایجاد اصلاحات و برگزاری انتخابات به گفتگو نشستند. قطعنامه غیر الزام آور مجلس نمایندگان آمریکا درباره ترکیه. کشتار ارامنه در اوایل قرن 20 به عنوان نسل‌کشی تصویب شد. همزمان با گسترش اعتراض‌ها در عراق، مقتدی صدر و رهبر ائتلاف فتح خواستار کناره‌گیری نخست وزیر شدند. و آغاز به کار تلسکوپ آریزونا برای رصد حرکات 35 میلیون کهکشان. سلام، از بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. طرفای جنگ سوریه و نمایندگان جامعه مدنی در مقر سازمان ملل در ژنو گرد هم آمدند تا درباره آینده سوریه مذاکره کنند. تمرکز این نشست روی چگونگی تدوین یک قانون اساسی فراگیر و منصفانه برای سوریه ی آینده است. چالش بزرگی که به گفته دبیر کل سازمان ملل همه طرف‌ها با رویکرد سازش باید بتوانند آن را به سرانجام برسانند. ایران، روسیه و ترکیه هم وزیران خارجه خود را به ژنو فرستادند. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. شعله‌های جنگی که از نزدیک به 9 سال پیش در سوریه زبانه می‌کشد هنوز کامل فرو ننشسته. اینجا در ژنو مقر سازمان ملل طرف‌های درگیر جنگ و نمایندگان جامعه مدنی دور هم آمدند تا برای آنچه از سوریه باقی مانده یک قانون اساسی تدوین کنند. تمام گروه‌های سوری در این مذاکرات حاضر نیستند، اما نشست با چراغ سبز دبیر کل سازمان ملل و تأکیدش بر مبنا قرار داشتن قطعنامه 2254 شورای امنیت برگزار می‌شود. قطعنامه‌ای که 4 سال پیش با پیشنهاد دستیابی به یک راه حل سیاسی تدوین شد. دولت جمهوری عربی سوریه و کمیسیون مذاکرات سوریه توافق کردند که کمیته معتبر، معتدل و فراگیر برای تدوین قانون اساسی سوریه تشکیل دهند. این کمیته برای انجام کار خود حمایت سازمان ملل را خواهد داشت. من از پیشرفت گفتگوها میان دولت و مخالفان استقبال می‌کنم. ایران، ترکیه و روسیه هم در سطح وزیران خارجه در این نشست شرکت کردند. حضور هر سه کشور در صحنه جنگ سوریه مناقشه برانگیز بوده. اما حالا هر سه تاکید دارند تنها سوری‌ها باید برای آینده خود تصمیم بگیرند. به لطف تلاش‌ها در سلسله نشست‌های آستانه و البته تلاش‌های آقای دبیر کل و نماینده ویژه او، جامعه جهانی شاهد آغاز راه حلی سیاسی برای حل بحران سوریه است. وزیر خارجه ترکیه اما بر حضور این کشور در خاک سوریه در صورت نیاز آنکارا تاکید کرد. اگر افراد یپگه یا پکک در مناطق شمال شرقی سوریه باشند، برای از میان بردنشان از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد. وزیر خارجه روسیه اما درباره هر حرکت موازی که بر روند این مذاکرات اثر بگذارد هشدار داد. امیدواریم کمیته قانون اساسی سوریه با میل به دستیابی به راه حل و با مشارکت سازنده پیش رود و با حرکتی موازی مواجه نشود. تهیه قانون اساسی برای کشوری که از بعضی مناطقش در جنگ جز تلی از خاک و خاکستر باقی نمانده، هرچند برای روند بازسازی ضروری است اما راحت نیست. به ویژه که مناقشه هنوز در برخی مناطق ادامه دارد و ناگزیر از حوزه اجرای قانون اساسی در صورت تدوین هم بیرون خواهد ماند. جنگ سوریه تا الان بیش از 2 میلیون آواره و 500,000 کشته بر جای گذاشته. چشم‌ها حالا به ژنو دوخته شده تا معلوم شود گرد هم آمدن پشت میز چقدر برای سوری‌ها نوید بخش خواهد بود. شبنم شعبانی، بی بی سی. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، به ما پیوسته از واشنگتن. آقای هاشمیان، چقدر شما خوشبین هستید به اون چه که داره در ژنو اتفاق میافته؟
من به هیچ وجه خوشبین نیستم، چون که رژیم بشار اسد دو تا شرط گذاشته برای این کمیته و متاسفانه سازمان ملل هم این دو تا شرط رو پذیرفته. شرط اول این که هر قانونی یا هر ماده‌ای که بایستی در این کمیته تصویب بشه به اتفاق آرا باشه، یا شرط دوم 75% اکثریت مجموعه 150 نفری این کمیته اونو تایید کنه. طبیعتا وقتی شما در نظر بگیرید که 75 نفر این مجموعه از سوی رژیم بشار اسد آمدن، یعنی دو شرط مطرح شده برای طرف مقابل، یعنی اگر قانونی قرار تصویب بشه یا ماده قانونی تصویب بشه که دیدگاه اپوزیسیون رو نشون بده، به هیچ وجه نظام بشار اسد با اون موافقت نمیکنه. بنابراین من معتقدم که هیچ نتیجه ای از این کمیته به دست نمیاد. خود آقای دبیرکل هم فکر میکنم چنین اعتقادی داره، چون که جدول زمان بندی هم ارائه نداده. و فکر میکنید آیا نظر کشورهایی مثل عربستان سعودی هم همین هست نسبت به این جلسه؟ برای اینکه عملا الان سوریه دست بشار اسد در سوریه دست بالا رو داره و نمیشه غیر از این هم انتظار داشت. دقیقا همینطوره، چون که الان از لحاظ سیاسی و از لحاظ میدانی بشار اسد که در منطقه پیروز شده و بشار اسد که سلطه داره، ولی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ توجه به اون کشتارها، رژیمی که چندین سال همینطوری به شکل تک حزبی حکومت میکرد و بعد از سال 2011 همونطور که شما اشاره کردید در گزارشتون بیش از 500,000 سوری را کشته، من نمیدونم این رژیم چگونه میخواد بر مردم سوریه حکومت کنه. یعنی خودش مشروعیت خودش را از بین برده. طبیعتاً کشورهای ضعیفی مثل سعودی یا امارات اینها نمیتونن دخالت کنن در داخل این کشورها و حتی اراده ای هم برای دخالت نداره. ممنون از شما آقای هاشمیان. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب از واشنگتن. در ایران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از بازداشت عده‌ای بهایی در شیراز خبر داده. سپاه گفته همزمان با عزاداری شیعیان برای امام هشتم خود، این بهاییان مخفیانه مشغول برگزاری یک جشن مذهبی بودند و آنها را به حرمت شکنی متهم کرده. بهاییان جهان هفتم و هشتم آبان را به عنوان 200th سالگرد تولد علی محمد باب جشن گرفتند. به اعتقاد بهاییان، علی محمد باب که متولد شیراز بود، زمینه را برای ظهور بهاءالله فراهم کرد که بنیانگذار آیین بهایی است. وزارت اطلاعات هم 10 روز پیش از بازداشت گروهی از بهاییان در شیراز خبر داده بود. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعتراض کرده. این تشکل روحانیون محافظه‌کار در بیانیه‌ای راه دادن زنان به ورزشگاه‌ها در کنار مردان را بی‌مبالاتی خوانده و گفته که این کار اسلامی و انقلابی نیست. سه هفته پیش در پی فشارهای گسترده داخلی و خارجی، حکومت ایران بعد از حدود 4 دهه به زنان اجازه داد تا یک بازی فوتبال را از نزدیک تماشا کنند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تأکید کرده که این روند برگشت ناپذیر است. اسماعیل بخشی، فعال کارگری، با گذاشتن وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین تهران آزاد شد. وکیل آقای بخشی مبلغ وثیقه را 750 میلیون تومان اعلام کرده. او در جریان اعتراض‌های صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان بازداشت شد. اسماعیل بخشی به 14 سال زندان محکوم شده که 7 سال آن قابل اجراست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید دولت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را تصویب کرده. بر این اساس برای همه کسانی که دارای معلولیت هستند، دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی رایگان خواهد بود. همچنین کارفرمایانی که افراد دارای نوعی ناتوانی را استخدام کنند، یارانه دریافت خواهند کرد. مهدخت مخبر، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی، در 76 سالگی درگذشت. خوانندگان متعددی ترانه‌های او را خواندند، از جمله اکبر گلپایگانی و خانم سیمین قانم. مهدخت مخبر گلچینی از ترانه‌های خود را در کتابی با عنوان ترانه‌های دیروز، ترانه‌های امروز منتشر کرده بود. همچنین آلبوم موسیقی امان از جدایی با صدای علیرضا افتخاری بر اساس قطعات شعر خانم مخبر تولید شده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نارامی های اخیر در عراق و لبنان را به آمریکا و به کشورهایی در منطقه نسبت داده که به گفته او مرتجع هستند. رهبر ایران گفته گرچه بخشی از مطالبات مردم عراق و لبنان به حق است، اما این مطالبات باید با روش های قانونی پیگیری شود. بزرگترین لطمه ای که دشمنان می توانند به یک کشوری بزنند اینه که امنیت اون کشور رو سلب کنند. کاری که امروز شما می‌بینید در بعضی از کشورهای منطقه ما دشمنان شروع کردن، دارن انجام میدن، امنیت رو از مردم اون کشور می‌گیرن. عامل این خباثت‌ها هم شناخته شدند. در دنیا قدرت‌های استکباری امروز بیشتر از همه آمریکا، سرویس‌های اطلاعاتی غربی با پشتوانه پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب بپا میکنن در کشورهای همسایه ما و نزدیک ما و کشورهای این منطقه، امنیت رو از بین میبرن. این بدترین دشمنی و خطرناکترین کینه‌ورزی علیه یک ملت. آیت الله علی خامنه‌ای بود رهبر ایران، اما همزمان مجلس عراق عادل عبدالمهدی نخست وزیر رو برای استیضاح فرا خوانده. مقتدی صدر رهبر بزرگترین جناح در مجلس خواهان برگزاری انتخابات زودرس شده. همزمان تظاهرات در عراق ادامه دارد و تعداد کشته‌ها از 250 نفر گذشته. تازه‌ترین‌ها در گزارش مهداد فرح. برکناری نخست وزیر اولین دستاورد مهم تظاهرات یک ماهه عراق را رقم می‌زند. این برکناری تنها خواسته معترضان نیست. برکناری بیشتر وزیران، تغییر قانون انتخابات و حتی تغییر قانون اساسی هم از خواسته‌های تظاهرکنندگان است. رخدادی که شاید آتش اعتراض را برافروخته‌تر و اوضاع را خشن‌تر کند، افتادن بندرگاه ام قصر بر کرانه خلیج فارس به دست تظاهرکنندگان است. این بندر که از دیروز کارش مختل شده، ورودی اصلی مواد غذایی به کشور است. به ویژه کالای راهبردی گندم، نان عراق را ام قصر می‌دهد. موج اعتراض علیه همه شرکای قدرت برخاسته، هرچند این نگرانی هم هست که همین شرکای قدرت سرانجام اعتراضات را به نفع خود مصادره کنند، به ویژه مقتدی صدر. هم بیشترین شمار هواداران را میان مردم دارد و هم بیشترین کرسی‌های مجلس را. پس از او قدرت دوم از آن هشت شعبی است. مقتدی صدر به هادی عامری فرمانده هشت شعبی نامه سرگشاده نوشته که بیا با هم عراق را نجات دهیم. هادی عامری هم پاسخ مثبت داد. اما افراد منصوب به هشت شعبی خود متهم به کشتار و سرکوب تظاهرکنندگانند. به ویژه در کربلا که پلیس اعلام کرده نفراتش به تظاهرکنندگان تیری نینداختند. خون ریختن در کربلا اهمیت ویژه‌ای دارد. شیعیان هنوز خونی را که 1400 سال پیش در کربلا ریخته شد فراموش نکردند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. همکارم مهداد فرهمند اینجا در استودیو با ماست. مهداد، عملا مقتدی صدر و هادی عامری با هم نامه‌نگاری کردن، هر دو گفتن بیاییم مشکل رو حل بکنیم، ولی به نظر میاد که معترضان خود اونها رو مشکل میدونن، یعنی کسانی که الان دولت فعلی رو تشکیل دادن. مقتدی صدر حداقل سعی کرده که این نگاه رو از خودش برداره. حتی وقتی که این تظاهرات شروع شد همه شکشون رفت مقتدی صدر، گفتن که شاید اونه که این رو انداخته. در این یک ماهی هم که این تظاهرات جریان داشته همچنان یک گوشه شکی نسبت بهش هست، گرچه مشخص شد که او آغاز کننده این تظاهرات نبوده، ولی تلاش های اون برای اینکه خودش رو در کنار تظاهرکنندگان قرار بده، مثل همین تصاویری که در گزارش دیدین که رفته بود با ماشینش داخل تظاهرکننده ها، اینا نشون میده که داره در واقع
این احتمال هست که اون بخواد یک نوعی این تظاهرات رو به نفع خودش سوق بده. یکی از نشانه های دیگه هم که الان در عراق خیلی مطرح میشه به عنوان نشانه سوء ظن نسبت بهش اینه که به دفاتر همه حزب الله، دفاتر هشت شعبی حمله شده ولی به دفاتر مقتدی صدر اصلا حمله نشده. و از طرف دیگه نگاه میکنیم که همین ائتلاف حاکم در عراق هم حاصل توافق میان مقتدی صدر و همین هادی عامریه و حالا باز همین دو نفر اومدن به همدیگه نامه‌نگاری کردن که بیاین کشور رو نجات بدیم. کسانی که ائتلافی که روی کار اومده رو اینا در شکل هیچ نقش داشتن، همین عادل عبدالمهدی رو با توافق این دو نفر شده نخست وزیر و حالا خود مقتدی صدر داره فشار میاره که عادل عبدالمهدی بره کنار. همین مسئله برای همین جالبه، یعنی عملا افرادی که در خود دولت نقش دارن دارن راه حل میدن برای حل مسئله. در لبنان به نتیجه نرسید این راه حل و در نهایت دیروز سعد حریری نخست وزیر مجبور شد که پستش رو ترک بکنه. چقدر احتمال میدی که همون اتفاقات در عراق تکرار بشه؟ یک تفاوت عمده میان عراق و لبنان هست. در لبنان خیلی حضور دولت در زندگی مردم، زندگی عامه مردم، اصلا در کشور خیلی حضور دولت حس نمیشه. جایی که بارها بدون نخست وزیر کشور بوده، دو سال نخست وزیر نداشته، همین اخیرا دو سال رئیس جمهور نداشت، چند بار اتفاق افتاده. عراق اینطوری نیست. عراق دولت در همه امور و شؤون مملکت حضور داره، مردم یارانه میگیرن از دولت و کلن اون نظام سوسیالیستی سابق که دولت سالار که در عراق بود همچنان حاکمه، نمیتونه که این خلأ توی عراق ایجاد بشه. منتها مشکلی که هست اینه که تظاهر کننده ها رهبری و سازماندهی ندارن که بخوان مشخص کنن بگن که ما میخوایم عبدالعبدالمهدی نباشه، این آقا به جاش بنشینه یا این افراد از دولت برن بیرون، این یکی افراد بیان. و در نتیجه وقتی که اینطور باشه این امکان پیش میاد برای کسانی که در شریک قدرت هم مثل مقتدی صدر و هادی عامری که اونا بیان با مثلا راه حل های مقطعی مثل انتخابات زودرس بتون سعی بکنن که جریان رو به نفع خودشون سوق بدن. ممنون آزاد مهداد. مهداد فرهمند همکارم اینجا در استودیو. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. اولین نشست کمیته قانون اساسی سوریه با حضور 150 نفر از نمایندگان دولت و مخالفان با میزبانی سازمان ملل در ژنو سوئیس آغاز شد. با بالا گرفتن اعتراضات در عراق، مقتدی صدر و هادی عامری رهبر ائتلاف فتح در بیانیه مشترکی از نخست وزیر خواستند کناره‌گیری کنند. در ادامه برنامه آغاز به کار تلسکوپ آریزونا برای رصد حرکات 35 میلیون کهکشان. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول را نسل‌کشی نامیده. این قطعنامه الزام‌آور نیست و از دولت می‌خواهد که نسل‌کشی ارامنه به دست حکومت عثمانی را به رسمیت بشناسد. ترکیه به این تصمیم شدیداً اعتراض کرده. سام فرزانه همکارم از واشنگتن با ماست. سام، به نظر میرسه که تعداد کسانی که اولا رأی دادن به این قطعنامه خیلی زیاد بوده، یعنی مخالفان خیلی کمی داشته این طرح. چطور شد که اینقدر همه یک صدا به ناگهان در مورد این مسئله تصمیم مثبت گرفتند؟ بله، مشخصا 11 نفر مخالف این قطعنامه بودند و 405 نفر با اون موافقت کرده بودند. به نظر میرسه که یکی از کم نظیرترین اتفاقات ببخشید در سیاست آمریکا باشه که اینقدر به قدرت کنگره آمریکا یک طرح، قطعنامه، لایحه یا هر چیز دیگه ای رو تصویب بکنه. اینها الان در بدترین وضعیت دو حزب عمده آمریکا هستند در رقابتی که با هم داره. اما به نظر میرسه اقدام آمریکا، یعنی در واقع اقدام رئیس جمهوری این کشور در بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی از شمال سوریه و بازگذاشتن دست ترکیه در عملیات نظامی در این منطقه باعث شده که هر دو حزب به هم نزدیک بشن و بخوان به نوعی جواب این کار ترکیه رو بدن. این رو هم ما میدونیم که بجز این قطعنامه، قطعنامه دومی هم دیروز تصویب شده که تحریم هایی بوده علیه مقام های دولتی و مقام های ارتشی ترکیه. اون قطعنامه هم 403 نماینده بهش رأی مثبت دادن و 16 تا
فقط باش مخالفت کردن که این هم عدد قابل توجهی هست. و جالب هم این که هر دوی این قطعنامه ها دیروز تصویب شدن در روزی که روز ملی ترکیه هم بوده، بنابراین به نظر میرسه که کاملا مشخص میخواستن این پیام رو به ترکیه برسونن که همونطور که قبلا هم کنگره آمریکا گفته بود با اقدام نظامی در شمال سوریه عملا رابطه کنگره آمریکا با دولت ترکیه خراب خواهد شد. میدونیم که خب حدود زمان طولانی حدود یک قرن گذشته از این مسئله، برای خیلی ها شاید اونقدر اهمیت نداشته باشه این مسئله، ولی برای ترکیه مسئله خیلی مهمه و اونها همیشه نسبت به این که این مسئله رو در واقع کشتار یا نسل‌کشی نامیده بشه نگران بودن. چه واکنش اونها نشون دادن؟ همینطوری که میگی ترکیه براش مسئله خیلی مهم بوده، همونطور که برای ارامنه هم مهم بوده که این مسئله به رسمیت شناخته بشه، برای ترکیه از اون طرف مهم بوده که به رسمیت شناخته نشه. و این رو ما میدونیم که در 19-20 سال گذشته میلیون ها دلار خرج لابی کردند، یعنی در واقع لابیگرانی رو استخدام کردند، کسانی که قبلا خودشون مثلا نماینده کنگره بودن در شهر واشنگتن، اینها برای دولت ترکیه رفتن لابی کردن و جلوی تصویب شدن چنین قطعنامه هایی رو گرفتن، اما به نظر میرسه که خب دیگه الان اون حمایت رو ندارن و نتونستن جلوی این یکی رو بگیرن. و آقای اردوغان صحبت کرده، آقای اردوغان محکوم کرده هر دو قطعنامه رو، هر دو طرح رو، و گفته که این مشخصا سوء استفاده کنگره یک کشور، در واقع پارلمان یک کشور، از اتفاقاتیه که داره در کشور دیگه میفته. و همینطور سفیر آمریکا رو فراخوندن و وزیر خارجه ترکیه هم واکنش نشون داده و او هم محکوم کرده. ممنون ازت سامسام فرزانه، همکارم از واشنگتن با ما. دیپلمات‌های اسرائیلی در سراسر جهان اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنها در اعتراض به شرایط کاری خود در بیش از 100 سفارتخانه و کنسولگری دست از کار کشیدند. این حرکت در پی مناقشه قدیمی میان سفارتخانه‌ها و وزارت دارایی اسرائیل صورت گرفته. وزارت دارایی تصمیم گرفته هزینه پذیرایی از مهمانان رسمی در خانه دیپلمات‌ها را فقط در ازای دریافت رسید پرداخت کند، اما دیپلمات‌ها می‌گویند همیشه نمی‌توان از مهمانان رسید گرفت. در پی استعفای نخست وزیر لبنان، آمریکا از سیاستمداران لبنانی خواست فوراً دولت جدیدی تشکیل دهند. سعد حریری بعد از دو هفته اعتراض‌های خیابانی گسترده علیه وضع معیشتی و فساد دولتی دیروز استعفا کرد. امروز ارتش و نیروهای امنیتی لبنان برای باز کردن مسیرهای بسته شده دست به کار شدند. ارتش گفته معترضان حق دارند به تظاهرات مسالمت‌آمیز ادامه دهند، اما این تظاهرات باید در میدان‌ها باشد. امروز 8/8/98 است و در ایران یک تاریخ لاکچری محسوب میشه. چرا؟ چون در سالهای اخیر بین زوجها تاریخ روند و به تاریخ دلخواه برای تولد فرزندان تبدیل شده، به طوری که بسیاری در بیمارستانهای خصوصی یک روز روند رو برای به دنیا آوردن فرزندشون انتخاب میکنن. این اتفاق بازخوردهایی در رسانه ها داشته و نگرانی های هم در مورد سلامت کودکان ایجاد کرده. بیشتر در این باره صحبت میکنیم، اما اول نظر یکی از مخاطبان رو بشنویم. سلام، شهرات هستم از تهران، در رابطه با موضوع تولد لاکچری خدمت شما عرضم که به نظر من اینم از موضوعاتیه که جدیداً به عنوان یک فرهنگ غلط تو ایران شروع پیدا کرده، مثل ست کردن تاریخ تولد فرزند با تاریخ تولد پدر یا مادر، یا روند کردن تاریخ تولد فرزند. متاسفانه مسئولیت پدر مادری تو ایران به سطحی ترین امور تنزل پیدا کرده. نمونش همین روند کردن تاریخ تولد، جشن تعیین جنسیت، اجبار بچه به یادگیری چند زبان خارجه، ایجاد صفحات اینستاگرام برای نوزادان و کودکان، حتی جنین، چیزای عجیب غریبی که ما میبینیم، مثل یا حتی گذاشتن اسامی عجیب غریب روی بچه ها و مسائلی از این دست. و به نظر من حکومت از این نوع سطحی نگری استقبال میکنه، هر چیز سطحی حکومت موافقه باهاش و هر گونه آگاهی بخشی، هر گونه عمق دادن به مسائل، چه به صورت فیلم، چه به صورت کتاب، چه به صورت سخنرانی، باش مقابله میشه. و متاسفانه زوجهای جوان
انگار که دارن عادت میکنن به سطحی نگری، و این به نظر من این سطحی نگری، این ظاهربینی قاعدتا منتقل میشه به فرزندان و خدا انشالله که آخر عاقبتمون بخیر باشه. خیلی ممنون. فرن تقی‌زاده همکارم که شبکه های اجتماعی رو دنبال میکنه اینجا با ماست. فرن، همه چیز رو لاکچریش رو شنیده بودیم غیر از تاریخ تولد. البته این تاریخ تولد هم چند سالی هستش که به نوعی مد شده اینجوری در ایران و اسمش تاریخ تولد لاکچری بهش میگن یا لاکچری بهش میگن، ولی لاکچری هم اون چیزیه که امروز مشخصا هشتگ شده، در توییتر دارن در موردش صحبت میکنن. اونهایی که دارن روی توییتر در مورد این موضوع صحبت میکنن انتقاد شدید دارن به این موضوع که چرا برخی از زوجها تصمیم میگیرن که با هر شرایطی برن روز تولد بچه‌شونو یک عدد روند انتخاب کنن. این باعث میشه که مشخصا ممکنه که معمولا وقتی که اینطور تصمیم میگیرن که بچه به دنیا بیاد با سزارین هستش، زودتر از زمان موعودش این اتفاق میفته و همین باعث شده که یه سری از پزشکا بیان صحبت کنن بگن که اگر بچه زودتر از هفته 39 به دنیا بیاد، یعنی قرار سزارین رو زودتر از هفته 39 بارداری بذارن، این عوارض جانبی داره، میتونه روی تنفسش تاثیر بذاره، میتونه روی به نوعی تکامل مغزش تاثیر بذاره، به خاطر اینکه در هفته‌های آخر بارداری هستش که بیشترین تکامل مغزی رو روی جنین یا روی اون بچه شکل میگیره در بدن مادر. ولی این تولد تقویمی چیزی هستش که نامگذاری شده در سال‌های اخیر هم بوده، 7/7/97، 8/8/98 که امروز باشه، و در تاریخی که خیلی مد نظر قرار گرفته بوده و بسیار مورد توجه بوده در سالهای اخیر، 8/8/88 بوده که سخنگوی ثبت احوال گفته که 4195 مورد در اون سال بچه‌شون رو به دنیا آوردن به خاطر اینکه روز تولد امام رضا هم بوده. در این روز مشخصاً عروسی‌های زیادی هم انجام شده و حتی این تاریخ رونده فقط مربوط به زایمان یک بچه نیست، عروسی‌های مختلفی در این روز میرن ثبت میکنن و حتی تلاش میکنن بعضی‌ها که تاریخ تولد بچه‌شون با تاریخ زمان عروسیشون یکسان بشه. برای همین یک انتقاد دیگه هم که وجود داره این که هزینه‌های زیادی رو پرداخت میکنن به بیمارستان‌های خصوصی برای اینکه این اتفاق بیفته و یه سری از پزشکان هم که قبول میکنن هم باز زیر سوال رفتن. کل این تنظیم کردنش هم کار سختی باید باشه. ممنون ازت فرند تقی‌زاده همکارم اینجا هستی. نیرویی که 95% جهان از اون تشکیل شده و ممکنه دلیل دور شدن هرچه سریعتر کهکشان‌ها از یکدیگر باشه. دانشمندان نامش رو انرژی تاریک گذاشتن، اما دقیقاً نمیدونن این انرژی چیه و از چه تشکیل شده. حالا یک ابر تلسکوپ در ایالت آریزونا در آمریکا قرار حرکت 35 میلیون کهکشان رو رصد کنه تا به پژوهشگران درک بهتری از انرژی تاریک و تأثیر اون بر جهان ارائه کنه. طلب گوش گذاشت. این تلسکوپ در آریزونا قرار است موشکافانه ترین پژوهش تاریخ درباره یک نیروی نامرئی حاکم بر جهان را انجام دهد. آنچه ما در زمین ستاره ها و کهکشان ها با چشم می‌بینیم از اتم ساخته شده، اما این فقط 5% از ماده تشکیل دهنده جهان است. بقیه عمدتاً آن چیزی است که انرژی تاریک نام گرفته. این که دانش ما فقط به 5% از جهانی که توش زندگی میکنیم محدود میشه خجالت آوره. چطوری داریم تو جهانی زندگی میکنیم که فقط از 5%ش خبر داریم و از 95% دیگهش چیزی نمیدونیم؟ فهمیدن این که انرژی تاریک چیه و از چی تشکیل شده ممکنه به انقلابی در کل علم فیزیک منجر بشه. برای اینکه بفهمیم این نیرو چی هست، باید به ابتدای پیدایش جهان برگردیم. نظریه کنونی میگوید بعد از انفجار بزرگ قرار است که حرکت انبساطی کهکشان‌ها سرانجام کند و متوقف شود و کهکشان‌ها در نهایت به دلیل جاذبه‌شان در هم فرو بروند. اما برخلاف این نظریه، کهکشان‌ها سریع‌تر از همیشه در حال دور شدن از هم هستند. دانشمندان نیروی پشت این انبساط را انرژی تاریک می‌نامند، اما نمی‌دانند این نیرو دقیقاً چیست. این تلسکوپ موقعیت و شتاب 35 میلیون کهکشان را رصد می‌کند. داخلش 5000 فیبر نوری است. هر کدام یک تلسکوپ کوچک هستند که روی یک کهکشان متمرکز شدند. این تلسکوپ ها می توانند بچرخند و روی هدف های دیگری متمرکز شوند. با اندازه گیری دقیق میزان انبساط، ستاره شناسان می توانند بگویند کدام نظریه درباره انرژی تاریک صحیح است.
یکی از این نظریه ها اینه که ما تنها جهان موجود نیستیم و جهان های دیگه ای هم با ویژگی های خیلی متفاوت وجود داره و انرژی تاریک ممکنه چیزی باشه که از جهان های دیگه وارد جهان ما شده و باعث انبساط کهکشان ها شده.